نمیدونم چیه، ولی خب شما هم نوشتید ایموشن، دل شما رو نش کنیم، ایموشن هم بنویسیم اینجا. خب دیگه حواست بهش باشه لطفاً. education خانم اسماعیلی، خانم مردی، اینون انشو نذاشتی مردی، اینونشن، باریکلا، خوشم میاد که زبانتون خیلی خیلی خوب شده. خب اگر توجه بکنی دوستای خوب من، یه جنبندی از این یه تیکه داشته باشیم. این ستای اولی چی هستند؟ اسم ساز هستند. بعدی فول هست. adjective maker یعنی چی؟ به من بگو ببینم adjective چیه؟ زود باش بلند شو ببینم adjective. سارا بنویس برای من ببینم adjective یعنی چی؟ یعنی من آخر یه چیزی فول بذارم adjective چی میشه؟ باریکلا سارا دست به تایپی ها، مریم باریکلا، باریکلا همه تا آخر کلاس باشید، حتما حتما باشید باریکلا. میگه اگر آخرش فول بذاریم تبدیل به صفت میشه، پس این صفت سازه. مثل چی؟ use بوده، یه فول اضافه کردیم شده useful. پس آقا زمانی که فول اضافه میشه تبدیلش میکنه به چی؟ به صفت. به من یه مثال دیگه بزن ببینم. harmful اینه که خودم گفتم، یه دونه دیگه بزن. برو 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 برو. powerful مرادی، باریکلا. بعدی مرادی قوی شدی یا؟ برو بعدی یه مثال دیگه. این همه فول داریم ما، بگو ببینم. سری باش تنبل، فول بذار. چی شد؟ گیر کردین؟ بیوتیفول، باریکلا، مروا، چه اسم عجیبی، کرفول. دیگه پیسفول، یه دونه دیگه من بگم. هوپ به اضافه فول میشه هوپ فول. باریکلا پیسفول خوب اومده. عرفان محمدی هارفول هم که تو درس گفته بودم. پس آقا اگر آخرش فول اضافه بشه تبدیل میشه به صفت. اگر او یو اس اضافه بشه، او یو اس باز تبدیلش میکنه به صفت، پس او یو اس هم صفت ساز. پس پسوندهای ای آر و او آر، ان ای اس اس و آی او ان ها تبدیل به اس میشن. پسوند فول و پسوند او یو اس تا اینجا فعلا صفت سازها هستن. گفته دنجرس، دنجر به اضافه او یو اس شده، شده دنجرس خطر، صفت شده خطرناک. پس این او یو اس رو آخر چیزی میبینی، فولو داری میبینی، دیگه از این به بعد به زاویه که بقیه دارن نگاه میکنن و ازش میترسن نگاه نکن، بگو یک صفته، باش دوست باش. خب او یو اس بگید ببینم. زود باش. فیمس، باریکلا. دیگه دیگه اون خانمی که اسمش فارسی نوشته شده سارا، فکر کن ببینم او یو اس مثل چی؟ او یو اس، آها رفتید سرچ بکنید. خب هوملس، باریکلا سارا، آفرین. هوملس، اما سارا ما که لس رو نگفتیم، ما داشتیم او یو اس رو میگفتیم. دختر خوب من، من کی گفتم لس مثال بزن؟ من گفتم او یو اس مثال بزن، حواست نیست ها، من گفتم او یو اس، لس رو نگفتم، لس کاهش میده. آقا بعدی چی هست؟ وای هست. اگر دیدید آخر یه چیزی وای اومد، اینم تبدیل میشه به چی؟ صفت. یعنی این وایه صفت سازه. صفت ساز رین بوده میشه باران، این میشه بارانی، پس رینی میشه بارانی. مثال میزنی با وای، الان دیگه اینجا پر میشه، نگاه بکن کلادی، حال میکنید یا نه؟ برو بعدی، بیاید ببینم وای بذار آخرش. خب برو بعدی، ریالیتی. خب میستیریس، باریکلا، لذت بردم، تو حتما خودتو به من معرفی کن. خب ویندی، سانی، شاینی، قبول داری؟ مرسی مرسی مرسی. خب در ادامه من بیام ببینم که دیگه چی داریم.
یه دونه ای آل موند و یه دونه چی؟ ال وای. خب پسوند بعدی که داریم میبینیم ای ال هست. ای ال هم دقیقاً صفت ساز. صفت ساز گفته نیچر، نیچر میشه طبیعت. طبیعت یه دونه ای ال اضافه بهش کرده شده نچرال میشه چی؟ طبیعی. خب بگو ببینم مرد میدانی الان توضیح بده واسه من که نچرال شد طبیعی. کالچرال مریم تو کجا بودی دختر خوب من یهو پیدات شد؟ بهم بگو ببینم مثال دیگه ای داری؟ مثال ها رو بیایید بالا ببینم. ای آل بذار آخرش ببینم. ای ال، ای ال بذارید ببینید که چیه. خب عرفان این چیه؟ نمیتونی تلفظ بکنی؟ تیشم جا انداختی ها. این ترادیشنال. خب ایموشنال. آقای مرادی و خانم مروارید با هم دیگه گفتن. بعدی بیا بالا ببینم. رمیدایال. کنکوری بگید دیگه. رمیدایال این که کنکوری نیست. خب یه دونه من بگم کنکوری باشه، شما هم یادداشت بکنید. بنویس آرت تی فی شال میشه مصنوعی. مصنوعی آرتیفیشال. مصنوعی آرتیفیشال. خب میرسیم به الوای. الوای ادورب میکره. ادورب یعنی چی؟ ادورب قید. باریکلا اونایی که آخرشون الوای میاد قید میسازن. پس ادورب یعنی قید. ادورب میکر میشه قید ساز. گفته اسلو به اضافه یه الوای شده، شده اسلولی یعنی به آرامی. یه به آخرش اضافه میشه مثل ریل. به اضافه یه الوای مساوی ریلی. مثل ابسولوت به اضافه یه الوای میشه ابسولوتلی. به من بگو ببینم ابسولوتلی یعنی چی؟ ابسولوتلی یعنی چی؟ زود باش همه. ابسولوتلی. ابسولوتلی یعنی ابسولوت یعنی در واقع. لا مصب. ابسولوتلی مریم داره میگه جوابش رو. ابسولوتلی یعنی خوشبختانه. رشیدی ابسولوتلی یعنی خوشبختانه. باریکلا قطعاً. اون چیه؟ حلق چیه؟ کاملا. خب بریم در ادامه ببینیم چی داریم واسه شما. بیا پایین. خب خب اینجا شما چند تا مثال داری. گفته read the following word circle the prefix. گفته قبل از پیشوندها رو سعی بکنید که زیرش خط بکشید. پایینیه گفته سعی بکنید پسوندها رو زیرش خط بکشید. خب کاری با این نداریم، چیز عجیب غریبی نیست. گفته که care noun صفتش چی میشه. health رو بگو برای خود اینا یه توضیح بده که اینجا کار زیاد سختی نیست، خودت خیلی راحت میتونی انجام بدی. در مورد گرامر درسم یه نکته خلاصه بگم براتون، برای امتحان مدرسه‌تون خیلی خیلی کمکتون بکنه. میگم اگر کنکوری هستید من این درس رو سر کلاس به دانش آموزا دادم و از طریق جزوی خودم سعی بکنید اقدام بکنید. 60 تا تست هم داریم که میتونید جلو برید. اما واسه بچه‌هایی که 11 ام هستن و دارن نگاه میکنن یه نکته‌ای رو ریز بهشون بگیم که ببینیم چی. گفته تکنولوژی یعنی تکنولوژی. تکنولوژی has influenced. has influenced ساختار حال کامله. the lives of people in this century. century میشه چی؟ قرن. گفته تکنولوژی اثر گذاشته روی زندگی مردم تو این قرن. working کار کردن با کامپیوترها and موبایل و موبایل فون ها has changed people's habits and lifestyle. میگه که چیکار کرده؟ گفته کار کردن با کامپیوترها و موبایل ها
has. has برمیگرده به چی؟ چون اینجا مفرده دیگه. نمیتونی بگی برمیگرده به موبایلز. موبایلز چون جمعه. ببین چی داره میگه. میگه آقا کار کردن با کامپیوترها و موبایلها تغییر کرد، تغییر داده people's habit، عادتهای مردم رو و سبک زندگیشون رو. Some people، بعضی از مردم use، استفاده میکنن their laptops، از لپتاپاشون، and especially و مخصوصا their mobile phones و موبایلاشون everywhere، همه جا یا هر جایی، for no good reason، برای هیچ دلیلی، هر جا میرن ازش استفاده میکنن. Some of them، بعضی از اونها، این them برمیگرده به چی؟ برمیگرده به این people. یادت باش بیاییم مت زیاد خونده باشی در جا میزنی. Some of them، بعضی از اونها، have not read. ببین بهت گفتم که read جلسه پیش، پیش هم ریده، حواست باشه. بعضی از اونها have not read a book for months، واسه ماهاست که هیچ چیزی انجام ندادن، هیچ مطالعه‌ای انجام ندادن یا نخوندن. Some have not visited their relatives، بعضی از اونها ویزیت نکردن. ساختار not باید قطعا بین have و قسمت سوم بیاد. not رو میذاریم اون وسط، نمیتونیم بگیم not have، حواست باشه. their relatives for a long time، دور این for a long time من واسه خودت خط بکش، بسیار بسیار اومده. زمانی که حال کامل میاد من قطعا باید از ساختار have اضافه pp استفاده کنم. some even have not slept، ببین sleep بوده، sleep بوده شده slept، حواست بهش باشه. have not slept یعنی نخوابیدن well به خوبی، or have not eaten، eat بوده، کجا بنویسم برات، بیا eat بوده شده eight، بعد شده eaten. گفته بعضی از اونها کو، نه بعضی از اونها نیست، اینجاست. or have not eaten properly، بچه دور این proper خط بکشید. proper یعنی چی؟ زود باش به من بگو ببینم. proper زود باش. proper یعنی چی؟ صدا قطع میشه، صدا فکر نکنم قطع بشه چون اینجا اینترنت قویه. proper یعنی مناسب. شما که فارسی اسمتون، نمیدونم، خانم زینب اگر درست بخونم، خیلی عجیبه، خانم زینب. خب پس میگه چی؟ or have not eaten properly for a long time، میگه که به صورت مناسب نخوردم برای مدت زمان طولانی. بعد میگه some of these people، بعضی از این مردم، these برمیگرده به چی؟ مردم. همیشه 99% به عقب برگردیم، بعضی از موقع 1% به جلو برگردیم بفهمیم these به چی برمیگرده. بعضی از این مردم have quitted good habits like doing daily exercises، میگه خروج پیدا کردن از عادت‌های خوب مثل انجام daily exercises، باز اومد، ورزش‌های روزمره، or attending social event، یا شرکت کردن، attend social event، شرکت کردن تو رخدادهای اجتماعی رو سعی کردن چیکار بکنن، شرکت کردن توش رو سعی کردن اجتناب بکنن و یا دیگه این کار رو انجام ندادن. گفته they have chosen، ببین choose بوده choose، بعد شده chosen. have chosen حال کامله، گفته اونها انتخاب کردن an unhealthy lifestyle، یک سبک زندگی ناسالم رو، to live longer، برای اینکه طولانی تر زندگی بکنیم، they need to rethink، ببین think بوده شده rethink، دوباره فکر کردن. برای این گفته ما احتیاج داریم که دوباره فکر بکنیم the way، تو راهی که they live work and use technology، میگه آقا تو این راه های کار کردن و سبک زندگی و تکنولوژی ما باید یه ذره دوباره بهش فکر بکنیم. خب در ادامه، خب این متنم سعی بکنید که خودتون بخونید ببینیم که چیز جالبی داره که براتون توضیح بدیم. بعد میگه چی؟ میگه آقا هی یا سمیرا، هی مثل علی، خب قطعا من برای هی، شی و ایت باید از هز استفاده بکنم. در همون صورت برای من، تو، عرفان ان احسان، عرفان اسمت اینجا آورده، آنها، اینا چی هن؟ اینا باید از هف براشون استفاده بکنم. پس برای سه چیز، هی و شی و ایت، من باید از هز استفاده بکنم. بعد قسمت سوم فعل رو بیارم. پس ساختار حال کامل رو یک بار دیگه اینجا واسه خودت بنویس. حال کامل میگه have به اضافه pp، یا میگه has به اضافه pp.
گفته he has started a business، اون شروع کرده یک کار. مثالی که اینجا گفته رو نگاه بکن، گفته امیر، امیر چون he از has استفاده کرده، write بوده، بعد شده wrote، بعد شده written. امیر has written a letter، امیر یک نامه رو نوشته. بعدی I have watched that movie، یعنی من مشاهده کردم اون مووی رو، چون I آورده از ساختار have اضافه PP استفاده کرده. این از این. خب خیلی رفت پایین. خب ببینید، میگه اگه بخوایم منفیش بکنیم تو ساختار has، بعد از has یه دونه چی میاریم؟ not میاریم، یا بعد از have یه دونه not میاریم. مثل چی؟ has not یا hasn't فرقی نداره، have not یا haven't. همون مثال های بالا رو اومده زده، ولی forget رو آورده. ما forget داریم، بعدی میشه forgot. اگر توجه کرده باشید بعدی میشه forgotten. تو قسمت پی پی گفته بهروز has not forgotten the accident، بهروز فراموش نکرده تصادف رو. یا میتونی my friends بیاری، میتونی my friends جمعه، جمع با چی میاد؟ هف. حالا منفیش کرده، گفته my friends have not forgotten the accident، دوستای من فراموش نکردن تصادف رو. بعدی گفته my mother has not made a cake، my mother چیه؟ میگی شیه. خب از has not استفاده کرده به اضافه پی پی، make بوده شده made، made a cake. تمام. The students یعنی دانش آموزا haven't finished. Students they با چی میاد؟ با have میاد. have notش کرده، finished هم finish بوده شده finished. their homework هم که میشه تکالیفش. خب بیا بعدی. میگه اگر من بخوام سوالیش بکنم، واسه سوالی کردن، ببین مثال بالا رو نگاه بکن، من یه چیز کلی بهت بگم واسه اینکه دیگه اینقدر اذیت نشی. میگه آقا اگر میخوای این ساختار این بالا رو، مثلا اینا رو، ساختار اینا رو میگه، اگه میخوای سوالی بکنی تنها یک کار بکن، این have یا has رو بیار به اول، این مبعی رو ببر دوم. پس این رو بیار اول، این رو ببر دوم. توی مثال ها نگاه بکن، یعنی چی؟ یعنی have یا has میاد اول، بعدش فاعله اومده، میبینی؟ بعد فاعل، بعد قسمت سوم. توی سوالی کردنش فقط کافی have و has رو بیاری اول جمله. به مثال توجه بکن، گفته has، بیا has he worked hard، علامت سوال، یا has moral worked hard، یا بعدی have the farmers jam، have they worked hard. پس چیز سختی نیست. مثال پایینش رو نگاه کن، have you been، have رو آورده، have رو آورده، قسمت سوم رو آورده، you رو آورده دوم. یعنی اول have اومده، بعد فاعل اومده، بعد قسمت سوم اومده، بعد آخر جمله، بعد علامت سوال. بعدی باز has آورده، مستر احمدی هیه دیگه، بعد فاعل رو آورده، بعد قسمت بعدی، بعد علامت سوال. پس حواست به این موضوع هم باش. خب گرامر درسش هم در مورد حال کامل بود که اومدیم توضیح دادیم. یک ریدینگ اینجا داره، ریدینگ رو سعی بکنید واسه خودتون بخونید. اومده گفته به این فرق اینجا رو نگاه بکن، واسه خود جملات رو بخون. اگر جمله تو زمان حال کامل بود بین have و have had، یا اینجا بین دیگه کو have wanted و wanted joined یا joined، اینا رو فکر بکن بهش. مخصوصا اون joined بسیار بسیار مهمه. یه سری نکات دیگه هم صفحه بعدی هست که اگر تایم بشه یه توضیحات کلی بدم. شما میدونید که since و for توی درس گفتم، و yet از قیدها، و ever از قیدهای زمان حال کامل هستن، زمانی که تو جمله میان قید من
داره به من حال کامل رو نشون میده، من باید از ساختار حال کامل استفاده بکنم. مثال هایی رو اینجا دارید میبینید، مثلا گفته I haven't done، بعد این بار از yet استفاده کرده. بریم در ادامه اینا رو کامل توی کلاس بنده گفتم، جزوه رو سعی بکنید درس دو رو یه نگاهی بهش بندازید. خب یه مقدار چون حجم فایل زیاده دیر میره. فریزال ورب رو اینجا داریم، سعی بکنید اینایی که اینجا گفته فعلای دو قسمتی که یه جز میبینید که یه جز فعله یه جز حالا یا میبینید حرف اضافه است یا جزای قیدی هستن رو سعی بکنید که یاد بگیرید. grew up اینا رو واسه خودتون هم معنیش رو در بیارید، همین که حفظ بکنید. این دو قسمتی های مهمی هستن که باید حتما یاد بگیرید. خب اینم که گفته speaking strategy، سعی بکنید که بخونید، جایی نکته داشته باشه الان بهتون خواهم گفت. این تابلوهای هشدار دهنده هم حواستون بهش باشه، مخصوصا اینایی که اینجا گفته watch out، come back، sit down، اینا دو قسمتی مهمه باز آورده، گفته وصلش بکنید، احتمالا تو امتحان آخر ترم به شما بدن. اینا رو باید حتما حفظ بکنید. بیایم در ادامه، من یه تابلوهایی رو دیده بودم که اگر توی جزوه باشه بهتون بگم خوبه. خب در مورد ing دارهای مهم حرف زده، جراوند. میدونید که واسه ورزش ها من باید از ing دار استفاده بکنم. اگر توجه بکنید گفته وحید enjoys cycling. خب اومده چند تا مثال زده که آقا داریم میبینیم swimming و reading رو اینجا، حواست باشه اول جمله اومده و ing دار. گفتم 90% از مواقع اول جمله اگر باشه ing دار میاد. حواست باشه گفته که آقا من واسه مثلا دوچرخه سواری، سایکلینگ و جاگینگ اومدم از ing دار استفاده کردم. پس واسه ورزش ها و تفریحات از ing دار استفاده میشه، اول جمله اگر باشه از ing دار استفاده میشه. اینا نکاتی هستش که خود کتاب درسی بهش گفته، در موردش توضیح داده. اومده گفته این جملات رو کامل بکنید. یه سری نکته هم اینجا گفته آقا اینو حواست باشه، گفته اگر نو بیاد قبل از یک فعل میکنتش ing دار، مثل نو فیشینگ. مثلا نو مثلا چی؟ نو تیکینگ پیکچر. پس نو قبل از چیزی بیاد اینم ing دارش میکنه. یک سری تابلو اینجا آورده، حواستون به این تابلوها باشه. مثل چی؟ نو فیشینگ، میخواستم به این برسم. نو فیشینگ، نو اسموکینگ، نو کاری کرده که فعل بعدی به صورت چی اومده؟ به صورت ing دار. من فکر میکنم واسه امروز کافیه، برای امتحان مدرسه‌تون هم به اندازه کافی گفتم، اما بچهای خودم جزوه رو دارن. تو جزوه یه سری نکات دیگه‌ای رو راجع به دنیای تستنی گفتم که اون رو سعی بکنید نگاه بکنید. در مورد کانالم از من سوال پرسیدن، لطفاً آیدی من رو یادداشت بکنید، به من پیغام بدید. اگر دارید که هیچی، اگر ندارید این آیدی من هست، حامد نقطه محمدی. تو اینستاگرام به بنده پیغام بدید، جزوه چیزی لازم دارید و به من بگید، من حتما براتون ارسال بکنم. اگه صحبتی هست بفرمایید که اوکی، اگه نیستش که ما بریم یه استراحت 5-6 دقیقه داشته باشیم، 11 رو برای خودمون شروع بکنیم. آرزومند تمام آرزوهای قشنگتون. روز خوش، خدا نگهدار. رو داریم ما. یه سری از بچه‌ها رو ما داشتیم توی سالیان قبل که فکر می‌کردن آقا مثلا چون فلان فامیلشون توی فلان دانشگاه میتونه براشون انتقالی بگیره، ولی در نهایت نتونسته بگیره، رفته یه جای دور قبول شده، مجبور بوده 4 اون جای دور رو قبول بشه. یه نفر داشتیم ما که رفته مثلا یه رشته‌ای رو انتخاب کرده، خواسته بیاد مثلا توی همون دانشگاه رشته بالاتر رو قبول شده، ولی معدلش نرسیده و نتونسته بیاد اون رشته‌اش رو برای خودش عوض بکنه. این موضوع رو باید در نظر بگیری که آقا شما باید فرضت بر این باشه که من 4 آیندم رو میخوام کلن توی همون دانشگاه، توی همون رشته بیام برای خودم تحصیل بکنم. موضوع بعدی که باز برامون مهمه اینه که آقا از چه دوره‌های آموزشی حق انتخاب داریم و این انتخاب‌ها
معنیش اینه که قبول میشیم حتما یا نه، اینه که آقا شما توی دوره‌هایی که مجاز شدی میتونی بیای انتخاب بکنی. حالا الان بر اساس سوابق تحصیلی هم میاد میگه که آقا مثلا بر اساس سوابق تحصیلی شما برای پیام نور مثلا مجازی، مثلا برای غیر انتفاعی مثلا مجازی، برای فلان رشته غیر مجازی. ولی این که میاد شما رو مجاز میگه یا میاد شما رو غیر مجاز میگه به این معنی نیستش که توی این مجازه 100% قبول میشی. یا یه نفر که رتبه یک کنکور میشه، رتبه یک کنکور هم میشه، میتونه پزشکی دانشگاه مثلا تهران رو بزنه. اونی که رتبه مثلا 30,000 هم میشه مجازه که بزنه، ولی قبول نمیشه. که توی فرهنگیان هم دقیقا همین موضوعه. توی فرهنگیان ما یه دونه شرط لازم داریم که شما بتونی اصلا فرهنگیان رو انتخاب بکنی. شرط لازم اون چیه؟ این که ماش تراز کنکور سراسری بالای 6500 باشه. بالای 6500 باشه تازه میتونی اینو انتخاب بکنی. ولی مثلا توی رشته انسانی کسی که رتبهش 10,000 هم میشه اون بحث در واقع شانس انتخاب فرهنگیان رو داره. ولی معمولا کسایی فرهنگیان رو قبول میشن که رتبه زیر 2000، رتبه زیر 2500 دارن توی بحث رشته انسانی، یا توی رشته ریاضی رتبه زیر 4,000-5,000 دارن، توی رشته تجربی رتبه زیر 6,000-7,000 دارن، میتونن فرهنگیان رو قبول بشن. پس این که نوشته مجاز به این معنی نیست که حتما قبول میشی، و چیزی هم که نوشته غیر مجاز اصلا نمیتونی قبول بشی. و توی فرهنگیان هم اگر نوشته که غیر مجاز، نوشته مجاز، حتما به این معنی نیستش که شما میتونی اون رشته ها رو برای خودت قبول بشی. رتبه کشوری چیه؟ حالا این موضوع خیلی مهمه، با دقت گوش کن، با دقت گوش کن. رتبه کشوری چیه؟ آقا ما یه صفحه ای رو داریم که سازمان سنجش میاد میگه آقا پذیرش این رشته به صورت ناحیه‌ایه، به صورت استانیه، به صورت قطبیه، یا به صورت در واقع میشه گفتش که کشوریه. رتبه کشوری رو برای رشته‌هایی استفاده می‌کنیم که پذیرششون به صورت کشوریه. حالا این به چه معنیه؟ بریم جلوتر یه ذره با هم دیگه. میاد میگه مثلا توی این صفحه ما داریم مثلا رشته مثلا فیزیک اتمی پذیرشش به صورت ناحیه‌ایه، مثلا رشته مهندسی برق پذیرشش دوباره به صورت ناحیه‌ایه، مثلا برق کنترل به صورت کشوریه پذیرشش، یا مثلا فلان رشته به صورت قطبیه. سازمان سنجش بر اساس تقسیم بندی های خودش میاد کشور رو به نواحی مختلف و به قطب های مختلف تقسیم بندی میکنه. استان البرز جزو ناحیه یک کشوره. ناحیه با منطقه فرق میکنه ها. ناحیه یک کشوره. توی ناحیه یک کشور ما شهرهایی مثل تهران رو داریم، کرج رو داریم، همین استان البرز رو داریم، استان مرکزی رو داریم، استان سمنان رو داریم، استان زنجان رو داریم، استان قم رو داریم و استان قزوین رو داریم. اینا میشه ناحیه یک کشورمون، که استان البرز هم جزو ناحیه یک کشور. حالا یه دونه قطبم داریم که ما دوباره جزو قطب یکیم. قطب یک میشه همه این استانهای ناحیه یک به اضافه سه استان شمالیمون. سه استان شمالیمون استان مازندران، گیلان و گلستان. حالا اومدم بهت گفتم فلان رشته به صورت ناحیه‌ایه، فلان رشته به صورت قطبیه، فلان رشته به صورت کشوری. میاد میگه به صورت ناحیه‌ای یعنی چی؟ یعنی 80% از اون ناحیه میگیره، 20% میره سراغ بقیه نواحی. مثلا به صورت قطبیه 80% از اون قطب میگیره، 20% از بقیه قطب ها میاد میگیره. ولی کشوری که میشه با رتبه کشوری میتونیم انتخاب رشته بکنیم و میتونی شما از هر جا وارد مثلا اون رشته بشی برای خودت. این موضوعی که توی بحث قطبی و ناحیه‌ای باید بدونی. یعنی چی؟ یعنی اینی که آقا سازمان سنجش میخواد خرج خوابگاه ها کمتر بشه، خرج دانشجو کمتر بشه، بیشتر بچه ها توی شهر خودشون باشن، به خاطر همین میاد این موضوع رو برای خودش انجام میده. موضوعی که وجود داره اینه که قبلا مثلا شما اگر میخواستی بیای مثلا پزشکی
اهواز بخونی مثلا با رتبه 2000 منطقت هم قبول میشدی، ولی پزشکی تهران رو مثلا با رتبه زیر مثلا 600 قبول میشدی. ولی الان دیگه انقدر تفاوت نیست. چرا؟ چون رشته پزشکی پذیرشش به صورت ناحیه‌ای شده. میاد میگه چی؟ میگه تو جزء این ناحیه نیستی، پس بیشتر بچهای اهواز رو بگیرم بعد بیام برم سراغ بچهای تهران. این موضوع وجود داره. تعریف ناحیه‌ای هم اینه که توی این شهر مثلا کرج، توی این استان البرز یا توی نواحی اطرافش دانشگاه‌های زیادی مثلا اون رشته رو دارن، یا توی قطبیا دانشگاه‌های زیادی توی اون قطب این رشته رو دارن. بر این اساس میاد سازمان سنجش این موضوع رو برای شما تقسیم بندی میکنه. یه سری از بچه‌ها میان میپرسن آقا من میتونم بعداً برم دو تا رشته رو با هم دیگه بخونم؟ این شرایط خیلی خاصی رو داره که معمولا برای کسایی که مدال‌های المپیاد رو دارن معمولا امکان پذیر هست، یا برای رتبه های برتر کنکور سراسری این موضوع امکان پذیر است که دو تا رشته رو بخونن، یه تو سراسری بخونن یه تو آزاد یا پیام نور بخونن. ولی برای همه بچه‌ها این موضوع امکان پذیر نیست و اصلا کار استانداردی هم نیستش که این نفر بخواد دو تا رشته رو با هم دیگه بخونه، چون دقیقاً مثل این عکسه انگار که داری کلی هندونه با دو تا دستت برمی‌داری. موضوع بعدی اینه که آقا آیا لازمه که من بیام همه انتخابامو پر کنم 150 تا رو؟ من میگم آقا اگر رتبت توی تجربی زیر 10000 شده، اگر توی ریاضی رتبت زیر 5000 شده و توی انسانی هم رتبت زیر 5000 شده، حداقل 120 تا 130 تا از انتخابات رو پر کن، چون خیلی انتخابای زیادی داری. کسی که رتبه زیر 10000 تجربی شده بجز پزشکی، دندون پزشکی، داروسازی و فیزیوتراپی های این اطراف، هر چی بخواد میتونه قبول بشه. باید یه اولویت بندی خوبی داشته باشه تا بیاد این موضوعات رو برای خودش بچینه. و به نظر من اگر رتبه تجربی زیر 10000، رتبه ریاضی زیر 5000 و رتبه انسانی زیر 5000، حداقل 120 تا رو باید پر بکنی. و این یه حقیه که سازمان سنجش بهت داده که 150 تا رو پر کنی. به صورت همون موضوعی که به توضیح دادم، خوشبینانه، واقع بینانه و بدبینانه، حتما انتخابات رو برای خودت پر بکن. حالا موضوع بعدی که برام مهمه بحث اینه که آقا این متمرکز و نیمه متمرکزمون چیه اصلا؟ ما یه سری رشته های متمرکز داریم، یه سری نیمه متمرکز داریم. رشته های متمرکزمون میشه رشته هایی که صرفاً بر اساس رتبه پذیرش میکنن، نیمه متمرکز رشته هایی که مصاحبه دارن. به طور مثال توی بعضی از دانشگاه هایی که وابسته به سپاه، وابسته به وزارت اطلاعات، وابسته به مثلا ارتشه، ما میبینیم که نوشته دارای مصاحبه. توی بحث رشته های متمرکز و نیمه متمرکز باید حواست باشه که اگر نیمه متمرکزه معمولا چند برابر ظرفیت اعلام میکنن، و وقتی چند برابر ظرفیت اعلام میکنن شما رو دعوت به مصاحبه میکنن. توی بحث مصاحبه اگر قبول بشی میتونی اون در واقع رشته ها رو بیای بخونی. توی بحث نیمه متمرکزایی که مصاحبه هم دارن معمولا علاوه بر رتبه‌ای که برای ما اهمیت داره، مصاحبه خیلی تعیین کننده هستش برای شما. رشته ها و دانشگاه های خاص چی هن؟ رشته ها و دانشگاه های خاص چیزایی هن که معمولا تعهد خدمت دارن، یا معمولا چیزایی که میاد میگه آقا مثلا شما باید حتما بومی یه استانی باشی. اون موضوع هم حتما باید تو اون دفترچه انتخاب رشته، همونطور که بهت نشون دادم بعد توی اسلایدهای قبلی، باید حتما تو بحث توضیحات حتما حواست باشه تا یه نتیجه خیلی خوبی از بحث انتخاب رشتهت بگیری. موضوع بعدی اینه که آقا هزینه دانشگاه ها رو بهتون گفتم لابدای صحبت ها، محل تحصیل کلاس ها توی بحث توضیحات حتما نوشته میشه. به طور مثال ما فردی رو داشتیم اومده گفته آقا دانشگاه تهرانه، به توضیحاتش دقت نکرده، در صورتی که محل تشکیل کلاساش یا محل تحصیلش توی شهر مثلا فومن بوده، حتما به محل تشکیل کلاسات حتما دقت بکن. درسته مدرک دانشگاه تهرانه، ولی یه سری ها هستن که نمیتونن واقعا رفت و آمدی داشته باشن. حالا یه نفر میاد میگه آقا 8000 نفر پزشکی دندون دارو ما توی کشور پذیرش داریم، تقریبا 8000 خورده این نفره، چرا من برات به 5500 نمیتونم قبول بشم؟ این دقیقا برمیگرده به اون توضیح قبلی ما.
به اینی که آقا ما پذیرشمون به صورت ناحیه‌ای شده، به صورت ناحیه‌ای شده و به صورت ناحیه‌ای که شده شما داری رتبه در منطقه‌تو نگاه می‌کنی. رتبه در منطقه شما هم که شده 5500 بخوای نگاه بکنی، از اون منطقه مثلا دارن میان، از بین این 8000 نفره مثلا دارن 30% رو پذیرش میکنن. پس طبیعیه که شما نتونی قبول بشی. این پذیرش در کل کشور 8000 نفره. شما رتبه کشوریت رو اینجا نگاه بکنی، احتمالا رتبه کشوریت اگر این رتبه منطقه یک باشه روی هولوش مثلا 9500 10000 ایناست. اگر مثلا رتبه 5500 منطقه دو باشی تقریبا روی رتبه 11000 12000. این موضوع رو خیلی باید دقت بکنی. این که ما میگیم 8000 نفر فلان رشته ظرفیت داره به این معنی نیستش که شما رتبه 5500 حتما میتونی قبولی داشته باشی. حتما باید رتبه های افرادی که پارسال میان قبول میشن رو در نظر بگیری. اینم موضوعی که برای گزینش دانش آموز سازمان سنجش میاد، دانشجو میاد سازمان سنجش انجام میده، کشور رو میاد بر اساس سطح آموزشی به چند تا منطقه تقسیم میکنه. توی منطقه یک ما معمولا 30% کل شرکت کننده هامون از منطقه یکن، توی رشته های مختلف صورت میانگین بخوایم بگیم، و 30% از منطقه یکن و 30% سهم قبولی ها هم از منطقه یکه. دوباره به همین شکل توی منطقه دو توی گروه ریاضی 30% سهم قبولیش هم 30%، گروه تجربی توی منطقه دو دوباره 40% تعداد شرکت کننده ها و سهم قبولیش هم تقریبا همون 40% هستش. این موضوعی هم که بچه ها معمولا میپرسن آقا ظرفیت ها زیاد شده پس من برات به بدتر از پارسال میتونم قبول شم، این موضوع واقعا وجود داره، ولی ظرفیت ها که زیاد شده برای دانشگاه های بدون کنکور، دانشگاه های آزاد و دانشگاه های پولی مونه که زیاد شده. برای دانشگاه های سراسری روزانه و نوبت دوممون آنچنان ظرفیت هامون زیاد نشده. اینم حالا ظرفیت هایی که ما داشتیم توی سالیان قبل که توی دفترش انتخاب رشته اومده و حتما باید به تعهد خدمت ها حواست باشه که اگر رشته با تعهد خدمت رو داری میزنی معمولا دو برابر مدت تحصیل شما تعهد خدمت داری. اگر که شما اون دو برابر خدمتت رو نخواهی خدمت بکنی حتما باید هزینه های خیلی زیادی بهشون بپردازی که این کار رو یه مقدار سخت میکنه. توی بحث دانشگاه ها هم باید حتما حواست باشه، دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان شرایط خوبی رو دارن. برای آقایون معمولا به این شکلی که احتیاج به سربازی رفتن ندارن، از همون دانشجویی میان حقوق دریافت میکنن و استخدام رسمی میشن. این خیلی میتونه خوب باشه که البته آموزش پرورش معمولا به صورت آزاد هم نیرو پذیرش میکنه که اونم یه موضوع کاملا متفاوتیه. یه سری از بچه ها میان میپرسن، اینم گوش کن بعد بریم روی سوالاتت که 10 دقیقه وقت داریم. یه سری از بچه ها میان میپرسن آقا ما الان بیاییم مثلا، بعضی از بچه ها میان میپرسن آقا مثلا ما بیاییم به رتبه هامون یا به درصد هامون اعتراض بکنیم آیا جواب میده؟ معمولا تو این چند سال اخیر ما کلن شاید میتونم بگم که 10 مورد اشتباه هم نداشتیم توی کارهای سازمان سنجش. و اتفاقی که پیش میاد، شاید تو مثلا اومدی جابجا زدی، یا شاید مثلا تو اومدی چه میدونم مثلا یه چیزی که میخواستی بزنی رو شاید مثلا نزدی یا مثلا کم رنگ زدی، این اعتراض ها معمولا جوابگو نخواهد بود برای شما. پس الان بیشتر توجهت رو به بحث انتخاب رشتت معطوف کن تا انشاءالله بتونی یه نتیجه خیلی خوبی از بحث انتخاب رشتت بگیری. این بحثای کلی بود که توی بحث انتخاب رشته میتونستم بهت بگم. بحثایی که خیلی باید دقت بکنی، بحث اینکه رتبت کدوم رتبت باید خیلی بهش دقت بکنی، بحث اینکه رشته ای که داری انتخاب میکنی پذیرشش به صورت ناحیه‌ای قطبی یا بومیه، به این موضوع خیلی باید دقت بکنی. علاوه بر این موضوع باید به این فکر بکنی که آقا تعهد خدمت داره یا نداره، و حتما باید به این موضوع هم فکر بکنی که من میخوام انتخاب رشته رو بر اساس دانشگاه محور بچینم، رشته محور بچینم یا به صورت شهر محور بچینم. این موضوعات رو خیلی باید امشب در رابطه باهاش دقت بکنید تا بتونی یه قبولی خیلی خوبی داشته باشی. سوالی اگر دارید بپرسید بچه‌ها. خب بذارید ببینیم سوال چی داریم. خب
سوالاتتون رو جواب بدم من یه چند دقیقه و کارمون رو کم کم تموم بکنیم. خب موضوع اولی که بچه ها پرسیدن در رابطه با بحث دانشگاه‌های بدون کنکوره. بله ما برای تمامی رشته هامون دانشگاه‌های بدون کنکور برای تمامی رشته های بجز رشته های پزشکی، دندون پزشکی و داروسازی بدون کنکور داریم و شما میتونید پذیرش داشته باشید از اون رشته ها و موضوعیه که حالا میتونید انتخاب بکنید. با رتبه 10,000 منطقه 2 معمولاً ما قبولی پزشکی یا داروسازی آزاد رو معمولاً نداشتیم، ولی بازم شانس قبولی شما صفر نیست، میتونی انتخاب بکنی تا شاید قبول بشی. فقط موضوعی که خیلی برای ما اهمیت داره اینه که انتخابات رو به صورت درست و منطقی بیای بچینی تا انشاءالله یه نتیجه خیلی خوبی رو بگیری. این یه موضوعه. موضوع بعدی که وجود داره اینه که حالا بحث قبولی مثلا معماری تبریز و این رشته هایی هم که شما میفرمایید، بعد قبولی های پارسال رو یه دور چک بکنیم، علاوه بر اون رو بحث در واقع میشه گفتش که ظرفیت های امسال رو با پارسال چک بکنیم. خدمتتون بگیم که توی جلسات مختلف، جلسات مشاوره مختلف مون خدمتتون توضیح میدیم. رشته علوم مهندسی یا در واقع حالا علوم کامپیوتر هم میشه گفتش که رشته علوم کامپیوتر یه رشته ایه که جدیداً اضافه شده به دفترشه، هلوش 2-3 ساله و هنوز میشه گفتش که بچه‌ها وارد بازار کار نشدن، ولی میشه گفتش که ترکیب بحث IT، مهندسی نرم افزار و مهندسی سخت افزاره که از هر کدوم از این موضوعات یه سری چیزها رو بچه‌ها میان میخونن توی این بحث رشتهشون. یکی دو تا چیز دیگر هم به توضیح بدم، دوباره سوالاتت رو جمع بکن که به توضیح بدم. یه چیز دیگه‌ای که بچه‌ها میان در رابطه باهاش از ما سوال میپرسن، عنوان متفاوتیه که برخی دانشگاه‌ها میتونن داشته باشن. این عنوان متفاوته رو باید حتما حواست باشه. دانشگاه بین المللی امام خمینی که مثلا ما داریم توی قزوین، دانشگاهیه که علاوه بر تبعه‌های ایرانی، تبعه‌های بقیه کشورها هم با صرف هزینه میتونن اونجا درس بخونن. موضوع دیگه‌ای هم که داریم، مثلا دانشگاه شهید بهشتی پردیس فنی مهندسی داره. پردیس فنی مهندسی که داره به این شکلی که همونطور که قبلا بهت گفتم، پردیس دو تا معنی داشت دیگه. یه دونه به معنی پولی بودش. موضوع بعدی که وجود داشت به صورت این بود که محل تحصیل فرق میکنه. توی این بحث تحصیل، توی این بحث پردیس هم دوباره محل تحصیلشه که متفاوته و موضوعش به این شکله. این بحث هم حتما باید حواست باشه در رابطه با عنوان رشته ها تا دچار مشکل نشی. یه جنبندی کلی هم داشته باشم، اینکه آقا 150 تا انتخابت یک جا بررسی میشه به صورت خطی. توی اولین رشته‌ای که ظرفیت خالی باشه شما اعلام قبولی میشه برات و بقیه رشته‌ها مهم نیست. مثلا شما اگر 1 تا 150 رو بچینید توی مثلا انتخاب پنجمت، برای شما ظرفیت خالی باشه، این انتخاب پنجم رو به شما قبولی میده. قبولی توی رشته‌های روزانه اگر داشته باشید یا بعداً انصراف بدید، 2 سال از انتخاب دوره‌های روزانه کنکور محروم خواهی بود. توی رشته‌های نیمه متمرکز مصاحبه دارن و مصاحبه تعیین کننده تر از رتبه است. مثلا ممکنه شما رتبه شده باشه 3000، یه نفر با رتبه مثلا 3100 بیاد فلان رشته نیمه متمرکز رو قبول بشه و شما قبول نشی. این موضوعاتی بود که حتما توی بحث انتخاب رشته باید بهت میگفتم و خیلی باید بهش دقت بکنی. یکی دو تا سوال دیگرم جواب بدیم. سوال اگر بیشتر در رابطه با این موضوعاتی که گفتیم، خب کسی که بدون آزمون میخواد بره انتخاب رشته باید بکنه یا نه؟ من پیشنهادی که به همه بچه ها دارم اینه که با هر رتبه انتخاب رشتهتون رو انجام بدید، چون شما یه دونه آپشن فقط داری، یعنی شما یه دونه آپشن اضافه تر داری. حالا شما میخوای با مشاور انتخاب رشته کنی یا اینی که نمیخوای بکنی، باش کاری ندارم، که اصولی ترینش اینه که یه مشاور برات انتخاب رشته بکنه. ولی در نهایت دو تا آپشن داری، یه دونه با آزمونا رو داری، یه دونه بدون آزمونا رو داری. بذار جفت این آپشن ها رو داشته باشی که بتونی سر فرصت در رابطه باهاشون فکر بکنی که من کدومش رو برم یا نرم. در رابطه با اینی هم که رشته مثلا عمران به صورت پیوسته بزنه یا به صورت ناپیوسته بزنم، نگاه کنید به صورت ناپیوسته به این شکله که بچه ها باید بیان برن
اول کاردانی بخونن، یه کنکور دیگه بدن، کارشناسی بخونن. معمولا این کار زیاد خوبی نیسته، چون شما باید دو تا کنکور بدی و مدرک یه بار میشه کاردانی، یه بار میشه کارشناسی، و معمولا کسایی که به صورت ناپیوسته میخونن نمیتونن عضو سازمان نظام مهندسی بشن. این یه بخششه. بخش دومش اینه که شما بحث حالا سنوات تحصیلی تو اینا برای پسرها، چون باید دوبار کنکور بدن، شاید یه مقدار خسته کننده و کلافه کننده باشه، چون قراره دو تا کنکور بدن، اگر یه موقع توی کنکور بعدیشون قبول نشن دچار مشکل میشن، باید برن سربازی بیان ادامه‌ش رو بخونن. بهتره که به صورت پیوسته حتما بخونید. خب سوالی دیگه ندارید بچه‌ها؟ وقتتون بخیر، خیلی خوشحال شدم. حالا بازم توی جلسات انتخاب رشتمون که به صورت خصوصی داریم با هر کدوم از بچه ها، موضوعاتی که خیلی شخصی تر هستش رو جواب میدیم. حالا در رابطه با اینکه کدوم دانشگاه بریم کدوم دانشگاه نریم رو هم حتما صحبت میکنیم. ما انتخاب رشتمون به این شکلی که سه جلسه به صورت خصوصی داریم انتخاب رشته رو. توی این سه جلسه، توی هر جلسه یه سری برنامه‌های متفاوت داریم. توی جلسه اول میایم یه سری توضیحات کلی رو در رابطه با رشته و دانشگاه میدیم. توی جلسه دوم یه بحث در واقع اولویت بندی رو داریم. توی جلسه سوم اولویت بندی و چینش نهاییمون رو داریم، تایید میکنیم و شما وارد سایت میکنید. خیلی مخلصم، وقتتون بخیر. یا علی.